שלום לכם. בתוכנית הפעם נבקר בקיבוץ עליונים ונתארח אצל שמעון חנסב, ממלא מקום יושב ראש ארגון הגג ומייסד את תנועת החלוץ באיראן. והיינו במסיבת ההפתעה של משה קצב, סגן ראש הממשלה ושר התיירות. ונארח באולפן את להקת אנסמבל אספהאן. שמעון חנסב, אתה מפעילי העלייה באיראן, ומאז עלייתך לארץ אתה למעשה משתקע כאן בקיבוץ אלונים. בעצם, מה זה קיבוץ? קיבוץ זה כמוהד אשתמאי בסיור פשורדה ודהרי מתנה אמיריה. פחד על ישראל ברוד יודומדה ו... תהיה נכדירבן 70 סול היות הקיבוץ, קיבוץ מואפק שעוד בנבון סוטון פחרות כשבר ישראל, ישראל רב בווג'וד בירה. אגלב מעוסרין, מוברכין מעוסר, מותרדן כי אגר קיבוץ ווג'וד דדוש ומרצהוי אומוג ישראל רו חפס נמיקרד וארטשי דר דוחל קיבוץ איג'י. میکرد که جلو کشور هفت کشور عربی را که به اسرائیل حمله کردن جلو اونها را بگیره ممکن بود اسرائیل در شرایطی معین اون روز به وجود نیاد و کیبوس در ایجاد کشور اسرائیل سهم بسیار بزرگی داره. یه شربه ایرانیم به کیبوتیم بارت ایرانی ها در سالهای 50-51 تا نزدیک نیمه های سالهای 60 خیلی ایرانی در کیبوتا بودند که فقط در آلونیم نزدیک به 100 ایرانی در سالهای 51-52 وجود داشتند، زندگی داشته میکردند. جوان ها بودند که از خلوص اومده بودند و ما اونها رو دو سال اینجا بودند و بعد البته چون مطابق ذوق اونها نبود که بوساتر کردند، ولی باید اذعان کرد و مطلع بود که اینها به خاطر اینکه در کیبوس تعلیم دیدن اسرائیل رو ترک نکردن و هر جوانی از اسرائیل، جوان ایرانی که به کیبوس اومد در یک مدت معینی در کیبوس زندگی کرد اسرائیل رو ترک نکرد و در اسرائیل موند و همشون خانوادهای تشکیل دادن، زندگیشون مرفه و همیشه یادآوری میکنن، یاد دارن که תעלים אבל ירס קיבוץ גריפטן. אתה ביקשת שאנחנו נצלם דווקא את המקום הזה שאנחנו עומדים בו לזכר הבנים שנפלו כאן בקיבוץ. מה זה אומר לך? אין ג'י כמו הסתדעים, אלבטה דר אוינדה נזדיק אסר בוזורקטר או ליטר בבוזורקטר ביד ג'וונהוי קיבוצי כדר ג'נגהוי ישראל קושטה שודן ג'וונהוי קיבוצי אלונים. و این حصار اولیه کیبوتسه، یعنی در سال 1937 انگلیس ها بر اساس کتاب سفید خرید زمین را برای یهودی قدغن کردن، یعنی هر یهودی که هر زمینی را می خرید جریمه می شد و حتی اعراب دیگه به یهودی ها زمین نمی فروختن. اما بعد سال ها یهودی های اون موقع که بهش میگن زمان یشوب تصمیم گرفتند علیه انگلیس ها قیام کنند در این منظر، در این موضوع و بر اساس یک قانونی که در حکومت عثمانی وجود داشت که هر کس زمینی رو میگیره و آباد میکنه مال خودشه، بعد در 1937 نهضتی به وجود اومد به نام خماو میگدال. خماو میگدال یعنی برج و حصار که ارتش کار به وجود اومد در اون موقع و نواهی که استدروت سیونی و سخنوت یهودیت که در اون موقع و استدروت عبدیم که در اون موقع مؤسسات به جای دولت اسرائیل بودن تصمیم گرفتن زمین های لمیزره را شبها غصب کنن، بگیرن و هفته ها قبل از این یا ماه ها قبل از این
گرفتن این قطع زمین ارتش کار ایجاد میکردن و در یک شب تا صبح دور از نظر انگلیس ها این نواحی رو تصرف میکردن و اطرافش یک حصار ایجاد میکردن و در داخل این حصار چند چادر میذاشتن چند چادر میزدن و انگلیس ها صبح که میومدن میدن یه چیزی سبز شده در دیشب، یه چیزی سبز شده اینجا که نبود دیروز، و میخواستن که بکنن، مبارزه میکردن، جنگ میکردن و غیره، و عده زیادی از جوانهایی که این نکته های این نکته ها را ایجاد کردن کشته شدند. کیبوت علونیم یکی از این کیبوت هاست به نام خما و مگدال که در 1937 به وجود اومد و این حصاری که اینجا شما میبینید نمونه از حصار اون روزه که اطراف اینجای حصاری بود و در داخلش چادرهایی زده بودن. این زمینهایی رو که میبینید یا ساختمونی که میبینید، خدراخلی که میبینید، اینها تمام تازه است و اثری در اون موقع ازش وجود نداشت. یه حصاری بود در اینجا که نمونش رو اینجا میبینید و چادرهایی بود که در داخل این حصار بود و به این وسیله به تدریج رفتن تا 60 سال از کیبوت گذشت و امروز کیبوت علونیم دارای 700 نفر عضو و اتباع، دارای 700 نفر جمعیت و کشاورزی داره، مؤسسات صنعتی داره و چیزها، مؤسسات فرهنگی بسیار فشرده، بسیار عالی داره و مردم هفت سفر با مرفه و بدون قصه و دغدغه زندگی زندگی می‌کنه. شیمون خان صاحب، אתה מפעילי העלייה ומייסד תנועת החלוץ באיראן, ומאז עלייתך לארץ אתה למעשה משתקע כאן בקיבוץ אלונים. בעצם מה זה קיבוץ? קיבוץ כמוהד אשתמאי בסיור פשורדה ו דורי מתן. שמעון חנה סאב, אתה מפעילי העלייה ומייסד תנועת החלוץ באיראן, ומאז עלייתך לארץ אתה למעשה משתקע כאן בקיבוץ אלונים. בעצם מה זה קיבוץ? קיבוץ כמוהד אשתמאי בסיור פשורדה ו דורי מתן עמיקיה. فقط در اسرائیل به وجود اومده و طی نقدی آثر معتقدند که اگر کیبوس وجود داشت و مرزهای او موقع اسرائیل را حفظ نمی کرد و ارتشی در داخل کیبوس ایجاد نمی کرد که جلو به کشور ایده او حدی به تو خفوما گره اوز میزمان و کیبوس در ایجاد کشور اسرائیل سهم بسیار بزرگی داره. یه شربه ایرانیم به کیبوتیم به عرض؟ ایرانی ها در سالهای 50-51 تا نزدیکای نیمه های سالهای 60 خیلی ایرانی در کیبوت ها بودن که فقط در علونیم نزدیک به 100 ایرانی در سالهای 51-52 وجود یتسو خکلو ها بودن که از خلوص اومده بودن و ما اونها رو جذب کردیم. مدتی یک سال دو سال اینجا بودن و بعد البته چون مطابق ذوق اونها نبود کیبوت، کیبوت را ترک کردن، ولی باید اذعان کرد و مطلع بود که اینها به خاطر اینکه در کیبوت تعلیم دیدن اسرائیل را ترک نکردن و هر جوانی از اسرائیل، جوان ایرانی که به کیبوت اومد در یک مدت معینی در کیبوت زندگی کرد اسرائیل را ترک نکرد و در اسرائیل موند و همشون خانواده‌های تشکیل دادن، زندگیشون مرفهه و همیشه یادآوری میکنن، یاد دارن که تعلیم اولیه را از کیبوت گرفتن. اتا بیکاشتا שאנחנו نتسلم דווקא את המקום הזה שאנחנו עומדים בו לזכר הבנים שנפלו כאן בקיבוץ. מה זה אומר לך? این جای جوانهای کیبوتسی که در جنگهای اسرائیل کشته شدند، جوانهای کیبوت علونیم، و این حصار اولیه کیبوتسه
یعنی در سال 1937 انگلیس ها بر اساس کتاب سفید خرید زمین را برای یهودی ها قدغن کردن. یعنی هر یهودی که هر زمینی را می خرید جریمه می شد و حتی اعراب دیگه به یهودی ها زمین نمی فروختن. اما بعد سال ها یهودی های اون موقع که بهش میگن زمان یشوع تصمیم گرفتند علیه انگلیس ها قیام کنند در این منزه، در این موضوع، و بر اساس یک قانونی که در حکومت عثمانی وجود داشت که هر کس زمینی رو میگیره و آباد میکنه مال خودشه، بعد در 1937 نهضت کیبوتی نهضتی به وجود اومد به نام خماوه. تو به تکیه تازه شیزی مکلات آره چخم تخفو یت خان موقع و نواهی که استدروت سیونی و سخنوت یهودیت که در اون موقع و استدروت عبدیم که در آن موقع مؤسسات به جای دولت اسرائیل بودن تصمیم گرفتن زمین های لمیزره را شبها غصب کنن، بگیرن، و هفته ها قبل از این یا ماه ها قبل از این گرفتن این قطع زمین بگم حیوم کیبوتس این نواحی رو تصرف میکردن و اطرافش یک حصاری ایجاد میکردن و در داخل این حصار انگلیس ها صبح که میومدن میدن یه چیزی سبز شده در دیشب، یه چیزی سبز شده اینجا که نبود دیروز، و میخواستن که بکنن، مبارزه میکردن، جنگ میکردن و غیره، و عده زیادی از جوانهایی که این نکته ها را ایجاد کردن کشته شدن. کیبوتس آلونیم یکی از این کیبوتس هاست به نام خما و مگدال که در 1937 به وجود اومد، و این حصاری که اینجا شما میبینید نمونه از حصار اون روزه که تیوبا خلق شل شمش متعی این هایی رو که میبینید یا ساختمونی که میبینید خدراخلی که میبینید اینها تمام تازه است و اثری در اون موقع ازش وجود نداشت. یه حصاری بود در اینجا که نمونش را اینجا میبینید و چادرهایی بود که در داخل این حصار بود، و به این وسیله به تدریج رفتن تا 60 سال از کیبوتس گذشت و امروز کیبوتس آلونیم و اتباع دارای 700 نفر جمعیت و کشاورزی داره، مؤسسات صنعتی داره و چیزها، مؤسسات فرهنگی بسیار فشرده، بسیار عالی داره، و مردم 7 سفر با مرفه و بدون قصه و دغدغه زندگی برشتخم. نسه اتنخت موسیقالیت ام لاکت انسامبل اصفهان ישארו עמנו, מיד נשוב.
שמעון, איפה אנחנו נמצאים? אבישעים את رنگ پنبه پنبه که میکاشتند از هر دونامی در حدود 50 یا 60 کیلو پنبه میگرفتند. امروز با کشاورزی مدرن و آبیاری کیلو یا 70 کیلو پنبه که از هر دونام میگرفتند، امروز نیم تن پنبه از هر دونام میگیرند. که در تمام دنیا الان پخش شده، تونسته به این نتیجه شگر و نتیجه بزرگ برسه. گیورا سلام لخا. سلام. אנחנו תופסים אותך על חם בזמן העבודה שלך. נכון. ואיך אומרים, התפוח לא נופל רחוק מהעץ. אתה בן של שמעון. נכון מאוד. ונשארת בקיבוץ. ונשארתי בקיבוץ. איך אתה מסביר את זה? הרבה בזכות אבא. אבא התעניין בתחום התעניינות מאוד מסוים, שהוא תחום התעניינות ציבורית, כן, שדולה פרסית, פוליטיקה. מה אתה זוכר משהו טוב מאבא? איזה יופי. לשחק וללמוד ולעשות את הכיף, גם לכעוס. יש משהו שאתה מחכה אותו במסגרת העבודה שלך בקיבוץ? לא. אז אתה בפרס למעשה. נכון מאוד. בגיל שנתיים עלית לארץ. בגיל שנתיים עלינו לארץ יחד עם אבא והמשפחה, עוד כשאני הייתי בן שש, אחי נולד, ואז עלינו ברמה של פעילי סוכנות לעלייה יהודית בפרס בשנות ה-60, 1960-63. ומאז אתם בקיבוץ? חזרנו ב-63, מאז אנחנו בקיבוץ. אהרון, שלום לך. אתה חברו הטוב של שמעון חנסב. יש משהו מיוחד בשמעון שאתה יכול לספר לנו? שמעון מסמל עבורי את הצעיר שדבק במטרה, מתמיד, שהוא מהמעטים, לצערי, מהנוער החלוצי באיראן, שהגשים את הדרך החלוצית בהגשמה בארץ. קורא משינה ודה, תאיירנה ודה. בשביל שמעון בשפה הפרסית. خیلی خوشحالم با موقعیتی که دارم راجع به شمعون صحبت کنم. سی داریم هم کاری میکنیم و یکی از جوانان پیش و به عملیات در ارث اسرائیل. שמעון, אם אנחנו מסתכלים על חיי קיבוץ, בעצם אני לא רואה שום שוני בין חבר קיבוץ לבין עירוני. אתה מרגיש את זה ככה? אנו חיילי, תפאות חיילי זיודה. אנו אזי קיבוץ רואי אידאל מוסאבות קיבוץ מונדן. ברי כי באקסר מויחתאג זנדגי אמרוז דר קיבוץ אנו מוסאביה. ומוסאבות תגריבן מישה גוף מוטלג מוג'ודה.
کسی نیست که در کیبوس دارای ویلا باشه و شخص دیگه خونه نداشته باشه. این مسئله اصلا مطرح نیست تو کیبوس. ما صدر یوم شلخا شتا کام با بوکر به خمش با بوکر ما صدر یوم شلخا من روزایی که خونه هستم بلند میشم تا ساعت 11:30-12 کار میکنم. بعد تابستونا استخر داریم یه نیم ساعت سر رو به من در استخر بیاد پنج چیز قهوه است بعد بازدید از نوه‌مون و قرائت و چیزهایی که جالبه تو تلویزیون میبینم و بیشتر ساعت مرفه خودم رو تو باغ که خودم ایجادش کردم تو اون باغ کار میکنم. بیتم شیمون اتا گم پایل به مزگرت ارگون اگاک شلو چه ایران اتا ممله مقام شد یوشف روش ارگون اگاک میفویش خط زمان ازه؟ من الان بازنشستم و تمام ساعت مربوط به خود منه و کسانی که در کیبوس بازنشست میشن از 65 به بالا یا از 70 به بالا دیگه مجبور نیستن کار کنن. البته من کار میکنم برای سلامتی و بهداشت خودم، اما 2 روز تا 3 روز من تو تلاوی به امور مردم تو مرکز سازمان میشینم و گرفتاری های مردم تا اونجایی که امکان داره بهش رسیدگی میکنیم، ولی متاسفانه هنوز به اون چیزی که من میخوام برای توجه و رسیدگی به مردم به اون نرسیدم که مجبور که تقصیر من نیست، تقصیر فعالین نیست، تقصیر مؤسسات دولتی است که اون چیزی رو که برای جذب مهاجرت لازمه بهشون نمیدن. شیمون איך היית רואה את מצב העלייה היום ביחס למה שאתה היית אז שליח? اون وقت که من مأمور بودم، شلیخ بودم در ایران، مهاجرت وسعت داشت نه به خاطر من بلکه به خاطر اون که مردم احساسات بیشتر داشتند و میشه گفت و امروز اکثرشون پدر بزرگ شدن، پدر شدن، نوه دارن و غیره. ولی امروز در اثر شرایطی که در ایران وجود داره و امکان مهاجرت وسیع موجود نیست و دوم امکان جذب وسیع در اسرائیل نیست از لحاظ مسکن، اینه که کمتر مهاجرت بیاد بشه گفت محدودتره. ولی امیدواریم در اثر فعالیت پیگیر هممون تمام فعالین ما بتونیم در آینده نزدیکی مسئله رو حلش کنیم که قرضه های خونه بالا بره و میشکنتا بگیره که مهاجرت توسعه پیدا کنه. عالم خدشیم شمگیم هیوم ایران یش لهم کشعیم ربیم میشو بخور زد عذر لهم؟ همطور که شما میدونید و شما خودتون عضو هیئت رئیسی سازمان هستید، سازمان مرکزی دارای چندین شعبه به خصوص در مرکز اسرائیل، یروشلایم و جنوب که مهاجرینی که به اون نواحی فرستاده میشن به رؤسای شعبات مراجعه میکنن اگر گرفتاری دارن. تا حد امکان اگر گرفتاری مسکن نباشه، یعنی گرفتاری جز از لحاظ اجتماعی باشه، بهشون کمک میکنن. ولی چیزهای مسائل حاد، مسائل مشکل و غیره از طریق مرکز، اداره مرکزی در تل اویو که به من بیشتر مراجعه میشه و تا اونجا که من قدرت دارم میتونم بهشون کمک کنم، هستن مسائلی که حل میشه. لسیکوم ارایون ازه سیمو شیمون اخشاب יש לך הזדמנות ורואים אותנו עכשיו בבית אתה יכול להפנות בקשה שאלה או עצה לעולים החדשים, יש לך הזדמנות מול המצלמה, בבקשה. من به کلیه مهاجرینی که به اسرائیل اومدن میخوام توصیه کنم در وهله اول کوشش کنن از چارچوب ایرانی خارج بشن، زبان
עוזבי אז אעזוי מרדום ישראל בשן. البته با نگه داشتن و پیروی از سنت فرهنگی یهودیان ایران بیشتر مسائل اسرائیلی رو تعقیب کنن و اسرائیلی بشن. این مسئله از اساس ممکنه مسائلشون رو حل کنن. برنامه هایی که به وسیله شما انجام میشه برنامه های بسیار حیاتیه و من امیدوارم در آینده برنامه هایی که زینف قرار بگیره، یعنی فرهنگ یهودیان ایران، فرهنگ یهودی، نه فرهنگ عمومی ایران، فرهنگ یهودی ایران پخش بشه و عمق پیدا بکنه و یک قسمتی از فرهنگ اسرائیلی بشه در آینده نزدیک. از به مصر از گیروتای و رابطای یعنی روچه لودوت لشیمون خانصب ولسلام אבישי ולעוזר הצלם שרון ועוזר ההפקה נעימי יוסף. תודה רבה, שלום רב. ועכשיו נעבור למסיבת ההפתעה לכבודו של סגן ראש הממשלה ושר התיירות משה קצב לרגל כניסתו לתפקיד החדש. אני שמח, אני טוב, שלום אדוני, מה שלומך? היה מלא, בעזרת השם. כן, מוגבל, יש עוד אירוע, כן. לעתים תכופות פה. ביתו של משה דגנית, של הממשלה הלאומית, לכבוד... מאיר, מותר להתיישב איתה? שלום. מאיר, מר מאיר אדרי, שגריר ראשון והיסטורי של מדינת ישראל באיראן, הניח את היסודות למערכת הקשרים הטובה שפרחה ושגשגה במשך הרבה שנים ונתנה הרבה דיווידנדים והרבה מעמד למדינת ישראל בזכות אישיותו ופועלו של מאיר אדרי. חברי לשולחן הנשיאות, כבוד הרב אזרחיין, רבה הראשי של יהודי איראן בארצות הברית, חבר כנסת, פעם חבר כנסת, תמיד חבר כנסת, דוד מנע, ידידי אבי גולן, ראשי יהדות איראן בישראל, מר מיכה גולן, יושב ראש הנהלת הסניף בכפר סבא, הגברת מור שם, גם דברי ברכה, נכנס מר אליאסי, הוא לא גדול אמנם, אבל הוא משרד מעניין, משרד כלכלי לכל דבר, שבו הערך המוסף הוא הכי גבוה בין כל ענפי המשק, 85% ערך מוסף. מגיעים לפה, למדינת ישראל, 2.5 מיליון תיירים בשנה. בחודשים האחרונים יש ירידה דרסטית במספר התיירים שנכנסים, זה עושה לי קבלת פנים לא כל כך חיובית. בגלל פיגועי הטרור שהיו בחודשים האחרונים מספר המבקרים, התיירים ירד ואנחנו ננסה להתמודד עם זה. כבוד שר התיירות, סגן ראש הממשלה, משה קצב, אירחנו אותך לפני הבחירות באולפן הטלוויזיה הקהילתית אור יהודה. אנחנו קודם כל מאחלים לך הצלחה בתפקיד החדש. יש לך בשורה כבר, נכנסת לתפקיד ואתה כבר שר התיירות, מה התוכניות? אני עוד לומד את המשרד ואני מגבש את התוכניות, אני מקווה שבתקופה הקרובה אני אוכל להציג, כרגע מוקדם מדי, זה יהיה לא אחרי כרגע להציג תוכניות. אפשר מילה אחת בשפה הפרסית, בשפת האם שלך, לצופים שלנו בבית, שרואים אותך עכשיו? מן מעזרת מחם, פטר זה בני עברית הרבה זנם, בהמי איראניה תשקול מקונם, חילי ממנון, אז קומה כשומע. חילי ממנון. אמיר אשורי הוא אחד התומכים של משה קצב, הוא היום משתתף במסיבה שהכינו לכבודו בגבעת שמואל. שלום, אמיר ג'ון, שלום. מן חילי חושלם, ג'ם שבם, דר חדמת משה קצב בודם. משה קצב, جوان خیلی خوب و زرنگ و باهوش و افتخار ما ایرانی هاست و من از طرف تمام رفقا و تمام دوستان و تمام اونهایی که مشخصا به دوست دارن بهشون تبریک میگم. امیدوارم که به درجه خیلی بالاتری که الان هست برسد.
נמצא לידי מאיר אמיתי, יושב ראש חבר הנאמנים של יוצאי איראן בישראל. שלום לך. שלום. מאיר ג'ון, שומע נמצא מאמן הרי משה קצב בודי. מה המשאב ומדהים נמצא כמאמן משה קצב בשים, פרן כמו הבטחר דרים בין שחסיית, והעומדים נמצא המגיע רופאה כבאיזשהו הברקבט בגים, והעומדברם כמואפק בשם, אַר תפקיד כדר דאס גרפטן תא באהל מואפק בודן, מה עומדברם כדר אין תפקיד תאזה שונם, אישו מואפק חם שוט. וברי מה הבטחרה, כי יקי אז בתשעי ממלכת מו, כעומדים דר ישראל, בין סמת רסידה, ועומדברם כמואפק בשם. خوشبختانه اینجا گرد همه آمدیم که جشن آقای موشه کتساب را که به عنوان وزیر سیاحت و جهانگردی اسرائیل انتخاب شدن و نیز مقام معاونت و نیابت نخست وزیر را احراز کردن تبریک بگیم. بیش از 250 نفری که از دوستداران موشه از احزاب مختلف مخصوصا از گروه های مختلفه ایرانی تباران اینجا بودند، آقای موشه کتساب را از جان و دل پذیرفتند، بهشون همه تبریک گفتند از ته قلب و آرزو کردند که انشالله در آینده به ریاست کشور اسرائیل انتخاب بشن. لفنه اسیوم نشوف للاکات انسامبل اصفهان.